سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. جلسه 18 از آموزش 0-100 اتوکد دو بعدی رو در خدمتتون هستم. تو این جلسه میخوام نحوه کپی کردن آبجکت ها و ترسیمات رو توی اتوکد خدمتتون عرض کنم. دستور کپی مثل تمام دستورها که در جلسات گذشته گفتم به 3 روش میتونیم انتخاب کنیم. روش اول از پنل مودیفای کپی هستش که میتونیم انتخاب کنیم. روش دوم از نوار آبشاری مودیفای کپی رو میتونیم انتخاب کنیم و روش سوم که همون شورتکات کپی هست، با CO از صفحه کلید تایپ کنیم، اینتر بزنیم، دستور کپی فعال میشه که روش سوم راحت ترین و سریع ترین روش هستش. خب من الان میام یه مربع ترسیم میکنم، یه مربع 10 در 10. خب حالا میخوام اینو کپی بکنم. اول شکلمو انتخاب میکنم، CO اینتر، خب من میخوام الان یک مربع ترسیم بکنم، ازش کپی بگیرم، یه مربع 10 در 10، اینتر. خب اول انتخاب میکنم، بعد تایپ میکنم CO اینتر. خب از این گوشه میگیرم و ارتو مود رو فعال میکنم با F8 و میارم جلو. میخوام اینجا یه کپی بشه. دوباره کلیک چپ رو که زدید، موس رو به سمت چپ و راست ببرید و میبینید که میتونید هی کپی کنید. حالا میام مثلا به این سمت، غلطک موس رو میارم عقب و میبینید که به راحتی میتونم کپی کنم و بخوام کنسل کنم، اسکیپ رو از صفحه کلید میزنم. خب حالا من میخوام از این ترسیماتم به یه اندازه مشخص کپی بگیرم. همه رو انتخاب میکنم، CO اینتر، از این نقطه انتخاب میکنم، کلیک چپ رو میزنم، مثلا میخوام 25 واحد یا 25 متر بره بالا برام. حالا میخوام از همون دوباره پایین 40 واحد یا 40 متر بیاد پایین تر. میبینید که برام کپی انجام میده. و زمانی هم که میخواید کپی بگیرید، من الان میخوام از همین شکل چند تا کپی بگیرم. اگه اسنپتون هم باید همیشه فعال باشه، اسنپ ستینگتون با F3، و میبینید که به راحتی من کپی رو انجام میدم. در آخر یه نکته خیلی مهمی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما زمانی که انتخاب میکنیم آبجکت یا شی یا ترسیممون رو انتخاب میکنیم و میخوایم کپی کنیم، من الان این نقطه رو انتخاب میکنم، 50 واحد میخوام بعدش کپی بشه. بدونید که این 50 واحد از اینجا حساب میشه تا خود این نقطه. به طور مثال اگه دوباره من بیام CO اینتر بزنم، از اینجا بگیرم 50 رو تایپ کنم، میبینید که از این نقطه تا این نقطه 50 واحد هستش. خب امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که بنده رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا بنده از طرف شما دوست عزیز در این مسیر آموزشی حمایت بشم. ممنون، خدا نگهدار.